با سلام خدمت همه دوستان، امیدوارم وقت همگی به خیر باشه، همگی سعی سلامت باشین. امروز میخواییم در مورد ارز بلاکتوپدیا صحبت کنیم، شرایطش رو بررسی کنیم. خیلی ها میدونم که بلاک رو هولد کرده بودن از قبل، هنوز توی هولدهای قبلی هستن، خود من هم. چیزی که میخواییم بررسی کنیم، ببینیم که اخبار فاندامنتالش به چه صورته، شرایط تکنیکالش به چه صورته و احتمالات فعلی بازار رو با هم دیگه بررسی کنیم. لطفاً با من همراه باشیم. روی چارت داریم الان ارز بلاکتوپدیا رو می‌بینیم، تایم فریم دیلی. همونجوری که خیلی واضح مشخصه، ما بعد از صعود ماه دسامبر کلاً رفتیم ریزش. و یه چیزی هم که مشهوده، خب من خودم بلاک رو توی موقعیت‌های مختلف هولد کردم. خب مثلا دارم میگم توی زون اینجا من گرفتم، دیدم نتونست مووینگ 21 روزش رو رد بکنه، به کف اینجا که رسید تقریبا اینجا جایی بود که من اومدم بیرون. خب یه سود خوب از اینجا گرفتم، بخشی از اون سود رو مجددا اومدیم تو کف اینجا وارد کردیم. همون تکنیک گفتیم که شاید بازم از این زون بخواد بلند شه، مثلا خودش رو تو منطقه اینجا برسونه، کف قبلی، ولی این اتفاق نیفتاد، نتونست بره بالا، افتاد پایین و حتی این زون رو از دست داد. خب پس اگه خوب توجه کنین، در واقع مهمترین زون و شاید بگم آخرین زون حمایتی رو که داشت از دست داده، الان پایین اون زون داره بازی میکنه. الان تنها گره‌ای که مونده منطقه تقریبا ممیز 0.11 اون دور و براست، همین خط سفیدی که من کشیدم. اینو اگه از دست بدیم طبیعتاً از عدد به قول معروف لیست شدنش هم میاد پایین تر دیگه. خب حالا چه کار بکنیم؟ ببینید این ارز پروژه خیلی خوبیه، اصلا سر پروژهش من هیچ بحثی ندارم. الان با هم دیگه میریم چک میکنیم، یه دفعه بریم توییتر رو نگاه کنیم. اول ببینید این الان توییتر بلاکتوپدیا است، اینا توییتر رسمیش هستیم با 364K فالوئر و میبینید که خیلی جدیدم هست، از می 2021 جوین شده به توییتر، هنوز یک سال هم نشده. خب حالا خبرهایی که میذاره، ببینین مثلا دارم میام در تاریخ 22 فوریه، داره از اینکه کمپانی گیمرز اومده با بلاکتوپدیا کار کرده خبر داره. در اینا 22 فوریه، خب عرضم به حضورتون که در تاریخ 21 فوریه اومده از صرافی در واقعیت دیجیتالی که توی بلاکتوپدیا راه اندازی شده خبر داده. نمیدونم 17 فوریه پروژه دیگه که مربوط به چین لینک بوده، عرضم به حضورتون که دوباره باز 17 فوریه پروژه بعدی که مال کاز اسپیس بوده، خب متاورسه. خب پروژه خیلی زیادی دارن میان اینجا. حالا من این چند تای آخرش رو گفتم که خیلی ویدیو طولانی نشه، ولی اتفاقی که افتاد، چرا این بالا نمیره؟ خب ببینید، یک، تعداد توکنش خیلی زیاده، 200 میلیارد توکن داره، تازه فقط 4% سیرکولیتینگ شده، یعنی هنوز فقط 8.3 میلیاردش اومده، 200 میلیارد باید اضافه، کل چیزی که باید اضافه بشه. خب حالا پس یکی از دلایل میتونه تعداد زیاد توکن باشه. وقتی یه پروژه میاد تعداد زیاد توکن رو به این صورت تعریف میکنه، در واقعیت خودش دنبال بالا رفتن قیمت توکنش نیست، خودش دنبال اینه که از چیزهای دیگه کسب درآمد بکنه. مثلا دارم میگم، میبینین دیگه پروژه اصلا چیز دیگه ایه، اونا میخوان که بتونن اون مغازه‌های متاورسیشون رو بفروشن، به قول معروف شرکای تجاری جدید بگیرن، دنبالی نیستن که ارز خودشون رو گرون کنن. اگه میخواستن ارز رو گرون کنن اصلا همچین ساپلایی براش نمیذاشتن. خب پس سیاست کلیه یه همچین شرکتی به هیچ وجه برپایه این نیست که قیمت ارزش رو ببره بالا. حالا این ارز هنوز توی بایننس لیست نشده. ببینید کوکوین داره، گیت آیو، اوکس و دوتا بیت مارت، اون یکی صرافی هم که کویک سواپ برای چیز مهمی نیست. خب مثلا دارم میگم اگه بایننس اینو لیست کنه، ما احتمالاً یه پامپ خیلی 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 سنگین اون موقع داشته باشیم. و خود سایت بلاکتوپدیا هم یه لحظه اگه با هم دیگه نگاه کنیم، این اون فضای متاورسیشونه که توش حالا گالری های NFT هست، چه میدونم نایکی، آدیداس، سامسونگ، LG، همه با اینا کار میکنن، همه
توی متاورس اینا به قول معروف مغازه گرفتن. ولی فکر میکنم سیاست کلی شرکت بر پایه بالا بردن قیمت توکن نیست. خب ما الان تو چارت دیلی فکر کنم آب پاکی رو دستمون ریخته شده، اگه این خط سفیده رو از دست بده ما هیچی نداریم که دیگه اینو نگه داره، کلا سقوط آزادیم. تازش هم از اینجا اگه برگرده میخوره دوباره به همین زون قبلی، یعنی زون حمایتی که الان ممکنه تبدیل به مقاومت بشه، ممکنه تا اینجا بخواد بیاد بالا برگرده. اگه این زون رو پس بگیره، اون دوتا مووینگ اوریج 21.50 رو پس بگیره بیاد بالای اونا، یه امیدی هست که بتونه به رقم‌های بالاتر دست پیدا کنه. در غیر این صورت فکر کنم کلن به سمت این میره که صفر اضافه بکنه. خب تو چارت یک ساعته شاید وضعیت فعلیش راحت‌تر قابل رویت باشه. همه اندیکاتورامون به شدت نزولی هست، میبینین دیگه. بعد اصلا شما اینجا ترن لاین نزولی داری، ببینین چه شیک داره واسه خودش نزول میکنه، یعنی پوزیشن های خیلی خوبی برای سل حتی میتونه براتون داشته باشه. خب پس گفتم من خودم این ارزو توی پوزیشن هستم، ولی حواستون باشه اصلا شرایط پایداری نداره. سودشو داده بنده خدا، ارز بی خیری نبود. ما از این ارز سودهای زیادی گرفتیم، هم اون موقعی که تازه لیست شده بود که من تو یوتیوبم اعلام کرده بودم، این بود، پروژه های دیگه بود مثل وایلدر ورد بود، چه میدونم اطلس بود، اینا همه رو ما این مسیر سعودی قبلیه رو گرفتیم. حتی توی برگشت بعدی هم که اتفاق افتاد ما تونستیم چیزهای کوچیکی ازش بگیریم. فقط این دفعه ما تو این متاسفانه چیزی که فکر میکردیم پیش نیومد و گیر کردیم. در مجموع از سودی که از اون مجموعه گرفته شد یه بخشیشو من اینجا هولد کردم، یعنی اصل سرمایه من درگیر نیست. در واقعیت شاید 5% سود کل کاریه که من از ارز بلاکتوپیدیا گرفتم اینجا به صورت هولد خودش رو داره نشون میده. چیز زیادی درگیر نیست به اون صورت، ولی میدونم دوستانی که حتی تو این اعداد بالا با ما در تماس هستن، میبینم دیگه رقم‌های زیادی هولد دارن، اصلا شرایط راحتی نداره و آینده خوبی هم به نظر من براش پیش بینی نمیشه با توجه به اون تعداد توکنی که حالا باید آزاد بشه. خب حالا میگم یکی از شانسامون اینه که مثلا دارم میگم یه صرافی خوب مثل بایننس بیاد اینو لیست کنه، اون موقع مثلا یه پامپی بزنه ما حواسمون باشه فوری در بیایم. این وضعیت بلاکتوپیدیا در شرایط فعلی به در سرمایه‌گذاری نمیخوره. الکی پول الان نین تو این وارد نکنین برای هولد کردن، اصلا جای ثابتی نداره، جای پایداری نداره، اصلا هم چیز خوبی نیست. فعلا ارز خوبی بود، میگم خیرشو داده، الان دیگه خیلی وجود نداره. امیدوارم که از این ویدیو استفاده کرده باشین، جواب سوالاتون در خصوص ارز بلاکتوپیدیا رو گرفته باشین. فقط بلاک اینطوری نیستا، اطلس استار، وایلدر ورد، اینا هم تقریبا همشون منطقه آخر زون حمایتی رو از دست دارن میدن. خب همه اونا شرایط مشابه با اینو دارن چون تعداد توکن زیادی هم دارن. تازه این بهترینشون بوده چون پروژهش از بقیه خیلی قوی تر بوده. خب امیدوارم همگی سعی و سلامت باشین تا ویدیو دیگه. وقت همگی بخیر. موفق باشین.